سرا چیه؟ از اون طرف اینگار بریم ببینم. کمک به سرمون برسید. برو خدا کمک کنید. بابا جیم اینجا نبود. آقام آقام کجای آقا؟ چیه؟ چه خبر شده؟ دود شدن وای بابام هی آقا دود شدن؟ پنداری آقا دود شدن رفتن آسمان. کجا بوده؟ کجا خوابیده بوده؟ باش من تو حیات بابام هی آقا شما زیر تخت چی کار میکنی؟ آقا کجای آقا؟ چه تزجه مویه میکنی؟ اینه هاشش بابا پنداری آقا را مار زده. مار چیه؟ چرا مزخرف بگی؟ والا آقا ما یه همشهری داشتیم که خیلی خوب خیلی خوب به سرنگ بگو بیاد اینجا. والا آقا دروغ چرا آقای سرنگ نمیتونن نمیتونه چیه؟ بود بگو بیاد اینجا دیگه. آقا جون دایی جون سرنگ از دست دوست اون اتاق قرش کرده.
رایی جون چرا رفتین اون زیر؟ چه ماتت برده؟ یه کاری بکن. برو بگو آقا پیدا شدن، اینقدر داد و فریاد نکنید. چش سعید، برو دنبال دکتر ناصر و لکما، بگو حال آقا به هم خوره، زود بیان اینجا. نه نرو، دلم میخواد بمیرم اما قیافه این دکتر خائن دروغگو رو نبینم، نمیخوام ببینمش. آخه چرا شوخی میکنی؟ این مردی که دهنش شاج و بست نداره، موضوع رو بزرگش میکنه، هزار جور شاخ و برگ روش میداره. بد نیست یه مایری ازتون بکنه. نه نه نمیخوام ببینمش. آخه این چه حرفی؟ کجاست؟ کجاست؟ خانده داش چی شده؟ چرا رفتین زیر تخت؟ حالا راست راستی دوز بود؟ ما خودمان به چشم خودمان دیدیمش. چیزی نیست، بفرمایید برید. آقای کمی هول کرد. بفرمایید آقا، بفرمایید. خیال میکنین خبر توتعه خونه برادرم به من نرسیده؟ اشتباه میکنین آقا، چه توتعه؟ خونه برادرم. خودتون رو ناراحت نکنین، چه توتعه؟ برای قلبتون خوب نیست. قلب من به کسی مربوط نیست. همونطور که اون شب اون صدا به نفخ شکم قمر مربوطه بود. چو گفتی؟ شما خیال میکنین من کلا سرم میره؟ اختیار دارید آقا. من اشتباه نمیکنم آقای دکتر، بفرمایید. اصلا حال من خوبه، احتیاج به کمک شما هم ندارم. بفرمایید برای دروغ گفتن توطئه دیگه ای بچینین. قاسم. بله آقا. اینا اینجا تو خونه من چی کار میکنن؟ مگه خونه من کاروان سراست؟ اینا رو بریز بیرون. چرا ماتت برده؟ گفتم بریزشون بیرون. دیالا همه تان بیرون. شما بابام جان بیرون. خانده داشت من پاشا خانه رو سرت گذاشته، خوشش بیاد اینم. یلا یلا برو بیرون، یلا به را بیافته. خانده داشت الهی قربونتون برم، اصلا تقصیر خودمونه که خواب خوشو به چشم خودمون حروم کردیم. قهرمان جنگ کازرون از ترس دوز داره زیر تخت سکته میکنه. قاسم اون تفنگ بده به من، دودمونه جا به باد میدم. جای آدم خواهد آقا جون، آقا جون اصلا چی داری شخصی این پوری فشفشو خبرشنه؟ بذاره گام شه، بیا فشفشو. وا دو 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 خونه شما داد اومده بود. ما با چشم خودمان سایش رو دیدیم. چیزی هم برده؟ والا دروغ چرا؟ ما که به چشم خودمان چیزی ندیدیم ببره. اومده بود طرف های ما قایم شده بود، ما هم گلفتیمش. نقلات اومده بود رو پشت بونه ما. شما جان آبتان نبود، نانتان نبود، دوزی کردن تان چه بودیه؟ حمدالله، تو که حمدالله خودمانی. حمدالله، حمدالله، مگه تو نوکر آقای دکتر نبودی؟ از کی تا حالا دوست شدی تو؟ شیطونه میگه شیرالی با چماغ بزن تو فرق دو شقش کن. نه نزن شیرالی، پچی گالش کنیم آقا. آقا اگه از ما میپرسیم بسپرینش دست آجان، خیال ما راحت. بدمش دست آجان؟ من تا ازش اقرار نگیرم دلش نمی کنم. این مرد باید اقرار کنه که به تحریک اون مرد خبیث اومده تو خونه من دزدی. باید بگه که اون مرد تحریکش کرده. اگه به حرف نیاد، اگه اقرار نکنه، فردا توی واقع به دارش می زنم. توته توته توته، اینا همه علیه من توته. کار میکنیم از خاصه؟ بابام جان زود برگر خانه خودتان. چی شده مگه؟ امروز روز قیامته، به آقا و خانومتان بگو این طرف ها پیداشان نشه. شما هم زودتر برو بابا جان. چرا؟ باز مگه چه اتفاقی افتاده مشخصه؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبل ما امروز خیلی دلواپسیم. آقا دستور دادن اگر یکی از شما پاش از این درخت این طرف بگذاره، ما با تفنگ بزنیم میان قلبش. چرا؟ نگفتی چی شده؟
دیشب که شما رفتین ما دوزه گرفتیم، یعنی ما نگرفتیم، این شیرعلی همه قصابه رو پشتمون گرفتش آوردش خانه. چیکارش کردی؟ والا دروغ چرا، شیرعلی میخواست همانجا با ساتور دو شکش بکنه اما آقا نگذاشتن، یعنی ما هم شما آتش کردیم، حالا هم تنها پیچش کردیم توی زیرزمین حبسه، ما هم قراولش. تو زیرزمین؟ چرا ندادینش دست آجان؟ کجای کاری بابام جان، آقا میخوان امروز توی باغ دارش بزنن. دارش بزنه؟ با ما زیاد حرف نزن برو، اگه آقا بفهمه ما به ما حرف زدیم ممکنه ما رو هم دار بزنه. آخه مش خواستم دوز گرفتن چه ربطی به ما داره؟ چرا دایی جون ماها رو غضب کردن؟ اگر میدانستی دوز کیه آن وقت میفهمیدی چه ربطی به شما داره. اوضاع خرابه، واخ 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 واخ، پناه بر خدا. خدا یا خودتان به خیر بگذار. دوست کیه مش خاصم؟ مگه چی دزدیده؟ والا دروغ چرا؟ تا قبل وای بابام، هی آقا دارن میان، برو یلا بودو به جوانی درم کن، فرار کن، قایم شو. قاسم؟ بله آقا. من قرار نبود وقتی کارت تموم شد مراقب دوز باشی. خاطرتان جمع باشه آقا، دوز تو زیر زمین ما از همینجا هواشو داری. هواشو داری؟ بیا و نان که نمیشه گذاشتش، نگهداریش هم خرج داری. حالا میخوان چیکار کنی آقا؟ دارش بزنین؟ باید ازش اعتراف بگیری. از کیا؟ از مون. شوهر خواهرتان؟ اون شوهر خواهر من نیست. یادت میاد که همین حمدالله چند سال نوکرش بود؟ بله آقا، اون وقتا دوزم نبود، آدم با خدایی بود. حالا همون آدم با خدا اومده خونه من دزدی. معلومه که تحریکش شدن، شکی نیست که توطعه کثیفی در کاره. میدونی قاسم، حالا من نگران این هستم که این آدم بیچاک دهن بره این ور اون ور بنشینه ما را ریشخندمون کنه. کی شما ریشخند کنه؟ اون. حالا چطور آقا، شما اصلا این حرفا یادتان بره؟ روبوسی کنی تا قضیه به سلامتی تمام شه. من با این مرد کثیف آشتی بکنم ما حرفی نزدیم آقا. چرا نمیفهمی؟ مگه قضیه دیشب یادت رفته؟ خوب من دیشب حال مزاجیم خوب نبود و کمی حالم به هم خورد. یادت میاد وقتی از در میرفت بیرون برگشت چی چی گفت؟ والا آقا دروغ چرا، تا قبل ما اصلا چیزی خاطرمان نیست. که تو چیزی به خاطرت نمیاد؟ یه حرفی زد که معنیش این بود که یعنی من از دوز ترسیدم. سخفر الله، شما و ترس؟ ده همین، اگه هیچ کس ندونه تو که خوب میدونی، تو همیشه تو جنگا تو میدونا همراه من بودی. میدونی که تو قاموس من ترس وجود نداره. بینی بین الله همچو وصلهایی به شما نمی کسبه. خاطرم میاد سلطان علی خان خدا بیامرز پیش از جنگ کازرون میگفت اینقدر بی کلگی و نترسی آخر شکاری دست آقا میده. خاطرتون هست اون شبی که ریختن تو خمه ما؟ پنداری دیروز بود، سه تا از دزدار با یک گلوله خواباندین زمین، ماشاءالله. اونم اون دزدای بیرحم اون روز. دزدای امروزی پیش اونا بچه شیرخوره هستن. تازه ما خودمان که اینقدر بی کله و نترس بودیم، از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشه. اون شب خیلی ترسیدیم. اون سرکرده دوزا یادتان میاد که چطور افتاده بود به پای شما عجز و التماس میکرد؟ پنداری دیروز بود.
اسمش سید مراد نبود؟ ما سید مرادها دیدی جدش کمرش بزنید، چه آدم بیرحم و نانجیبی بود. ولی قاسم اینو من و تو میدونی، اگه امروز اون مرد خبیث با اون دکتر بددهن این طرف و اون طرف بشینند و بگن فلانی از ترس دوز حالش به هم خورده، اون وقت آبروی چند ساله من چی میشه؟ وای کی باور میکنه آقا؟ تو ولایت ایران کی هست که دل و ذره شما رو ندانه؟ مردم عقلشون به گوششونه. من اطمینان دارم که اون نامرد برای لطمه زدن به شهرت و اعتبار من اون توطئه دیشب و در دید داده. امروزم همه اونا میرن سرنا دست میگیرن رو پشتمون دو دور دو دور. ما هم به همه میگیم که اونا دروغ میگن. اصلا میگیم که آقا حالشان به هم خورده بود، میگیم آقا رو مار زده بود. چرا مزخرف میگی قاسم؟ مجا آدم رو مار بزنه حالش به این زودی جا میاد؟ چطور جا نمیاد؟ ما یه همشهری داشتیم که... همشهری داشتی که داشتی؟ به جای این حرفا برو دزد بیار. اون باید اعتراف بکنه که اون نامرد علیه من توطئه کرده. به چرا معطلی برو دزد بیار؟ آقا اگه از ما میپرسی... من از تو چیزی نپرسیدم. یعنی اگه از ما بپرسیم میگیم پنداری بهتره که دزدو بلش کنیم بره. بلش کنیم؟ دوزو بلش کنیم بره؟ اگه قضیه دوز گرفتن آفتایی بشه، اون وقت اون شوهر خواهر شما هم قضیه دیشب همه جا نقل میکنه، بعدم تو همه ولایت ایران ها میفته که آقا از دوز ترسیده. به ما مربوطی نی آقا، اما این حمدالله رو ورش کنیم بهتره، قضا بلا هم رد میشه. الان هیچی غیر شیرعلی قصاب نمیدونه که ما دوز گرفتیم، یعنی آدم غریبه نمیدونه که ما دوز گرفتیم. این شیرعلی هم پای ما که حرفی نزن. تندی کی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. همیشه تو خانواده ما گذشت و بزرگواری مرسوم بوده، برای سلامتی بچه ها از گناه این بدبخت گذشت. قاسم برو دست و پاشو واکن و بگو زود بزنه به چاکو بره، مخصوصا بهش بگو که تو سر خود این کارو میکنی. بگو که اگه آقا بفهمه پوست از سرم میکنه. کی زد در بیابا ندهد با دواخونه میری؟ نه، اگه از دواخونه اومدن بگو بمونن زود برمیگردم. شاید امشب چند تا مهمون داشته باشیم. مهمون؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ خدا عمرت بده مش قاسم. برو همدالله دیگه هم این طرف ها پیدات نشه. برو بابام جا، برو به سلامت خیر پیش. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکن. نمیدانین چقدر دعا کرد. خاطرتان میاد همون سید مراد؟ تا ایز التماس کرد بخشیدینش، تازه یه خرجران بهش دادیم. قاسم این چیزا رو کی قدر میدون؟ شاید بهتر بود منم مثل همه آدم های با قدرت با دیگران بیرحمی و شقاوت میکردم. همین دل رحیم من باعث عقب افتادن من تو زندگی شد. این حرف رو نزنین آقا، آن که ما میدانیم همه عالم میدانه. اگه دست اجنبی تو کار نبود همین پریروز زیر بازار چه صحبت شما بود؟ گفتم آقا اگه انگلیسی ها باش بد نبودن تا حالا چه کارا که نکرده بود؟ اگه انگلیس ها نبودن
اگه عیادشون هم به جان نبودن تا حالا چه کارا که نکرده بودن. راستی آقا چرا انگلیس ها اینقدر با شما بدن؟ این گرگ مدبر انگلیس با هر چی که آب و خاک چی دوست داره دشمنه. مگه ناپلئون چه گناهی کرده بود که اونطور به خاک سیاهش نشوندن؟ اونجور از زن و بچهش جدا کردن، به جزیره سنت هلن تبعیدش کردن، دق کشش کردن. فقط وطنش رو دوست داشت. این در نظر انگلیسا بزرگترین گناه اون. الهی به حق مرتضی علی آب خوش از گلشون پایین نره. دشمنی انگلیسا با من از وقتی شروع شد که دیدن من وطنم رو دوست دارم، آزادی خواهم، مشروط خواهم. حالا همه ادعا میکنن که مشروط خواهن، برای آزادی زحمت کشیدن، اله کردن، بله کردن، اما همینا وقتی که ممدلشان مجلس رو به توپ بست مثل موش چپیدن تو سوراخ. ولی ما که از خودمون صحبت نکردیم، از خاطرها رفتیم. حرومزاده یه بی همه جوزی ای قاسم، توفنگ، توفنگ. وای بابام، هی گفتم توفنگ بده من. آقا فهم حالا جزو مجاهدین مشروطه شدن. گفتم توفنگ بده به من. گناه داره آقا، بده به من توفنگو. از گناهش بگذری. چرا فرار میکنی خائن؟ آقا توفنگ بده به من تا سلاشو خفه کنم. آقا گناه دارن. وایسا میگم قاسم. آقا بگذری. محل اون اگه دستم بهت برسته تیروارونت میکنم. آقا گناه دارم. به دارت میزنم. از گناهشان بگذاری. بستم بده به من توفنگو. خائن نمکرش داد بده به من توفنگو. بده به من. آقا گناه دارم. بده به من توفنگو. بده به من. بده تا خفت نکردم. بده بده به من. بده به من. نفس ندارم. خواهی اون توفنگ بده به من. پدرت میسوزونه. وای بابان هی. آی مردیم آقا. آقا آقا های وای وای. مشخصم مشخصم چی شده؟ بادو دکتر راجر رو کمر رو برده بیار. چرا وای شدی؟ بادو جونم بادو دکتر رو بیار. آقا قاسم تانه کشتی. آقا آقا به دادم برس. آقا قاسم 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 چی شو؟ قاسم ما دست نزنین، بذارین همینجا بمیریم. اینجور که میفرمایید مریضتون باید سقل سر کرده باشه. ببینم وضع مزاجش چطوره، اجابت میکنه؟ ای بد نیست آقای دکتر، ولی دل دردش خوب نمیشه. خوب میشه مادر، خوب میشه، ناراحت نباشین. بد نبود اگه یه نبات داغی بهش میدادی. دادیم آقای دکتر ولی هیچ اثری نداشت. بله خب بریم ببینیم چشه. آقا آقای دکتر چیه؟ آقای دکتر چیه جانم؟ آقای دکتر بودیم. سلامت باش خواسته. سلامت باش خواسته. تیر خورده. کسی هم مرده. تیر خورده. تیر خورده. حالش خرابه. چشه بذارید ببینم جانم. بذارید ببینم. منم مثل شما چه میدونم مرده یا نه؟ چیش شد؟ دلم درد میکنه، میزوزه. آرزوی من که رفتن رو به گور بردن. آقا جان قاسمتان داره میمیره. گل بدین که ما رو تو زن حضرت معصومه جان کنه. وای خدا. دست از همه چه؟ خدا از جا تفنه هم بگیریم اون دوبنگو از دستش. خوش ازش بگیریم. برو ازش بگیریم بده. تسلیم شد ماما اینجا نه. ماما بگیرست اون دوبنگو بردیم.
ناری جگرمان مارزم. سلام شاه بشید. سلام خانم. سلام آقای خیلی خوش آمدید. ای وای مشخصه. ای بابا بس دیگه. ای وای ای بابا دست نزنه. مشقاسم آقای دکترن. سلام اول شما بعد خدا. اول خدا مشقاسم. فرقی نداره. سلامت باشی. چطور اتفاق افتاد؟ کجا تیر خورده؟ کی تیرت زده؟ کجا تیر خورده؟ من که چیزی نمیدونم. کی تیرت زده؟ بگو کی زده؟ اون قاتل بیره. تو دیگه چی میگی؟ جاسوس. خودم با دستای خودم تناب دارو به گردن کندم. اصلا تو چیکار به کار مردم داری؟ مگه فضول مردمی جاسوس؟ چی؟ اگه من جاسوسم، اگه من جاسوسم تو قاتلی. الهی مردی که بوده نشه. آی دکتر دروغ چرا تا قبل کجا تیر خورده؟ بگو این همه تو جنگ و جدال شرکت کردیم، باید تو باقا آقا ما نجلمان برسه. آقای دکتر شما رو به خدا این دم آخری راستش به ما بگین، اگر کارمان ساخته است، اگر امیدی به زنده ماندن ما نیست، بفرمایید ما اشهدمان رو بخوانیم. تویید نشده جان. آخه چیه؟ چیه تو اینقدر گرگه میکنی؟ پس کجا تیر خورده؟ والا آقا دروغ چرا؟ راستش ما از کجا بدانیم؟ شما دکترین، شما نفهمیدین؟ سلامت باشید. ایشون از منم سالم ترند. برای دیگه به منم دروغ میگی؟ حق باز متقلب بشه. ما که به شما دروغ گفتیم آقا. یعنی شما میفرمایید ما تیر نخوردیم؟ پس اون درد و سوز مال چی بود؟ پس تیر کجا وان خورده؟ کاش تو مخت خورده بود. چی کارش داریم؟ اگه راست راستی تیر خورده بود دلتون خونک میشد. سلامت باشید. خدا را صد هزار مرتبه شکر که ما گلوله نخوردیم. آقای دکتر. بله بفرمایید. عرضی داشتم. بفرمایید. میخواستم عرض کنم یه اتفاقی افتاده بود که من لازم دیدم خودم خدمتتون برسم. بابا برید کنار، چیزی نیست، والا چیزی نیست، ترقه تو دستی که از بچه ها داره کشته داره، چیزی نیست، بی خود جمع شد. من میخوام با کمال شرمندگی ازتون عذرخواهی کنم. من دیشب عصبانی بودم، حال خوشی نداشتم. میدونین آخر وقتی عصبانی میشم قلبم میگیره. سلامتی ما به دست شماست، ما رو میبخشین. سلامت باشید. متشکرم. آخه آدم وقتی عصبانی میشه
کوچولم. منزل. شما هم تشویید منزل؟ دیگه این طرف ها پیداتون نشه. فش فشو. بوری امو جون این توفنگ بیار منزل. شاجون دوتا شاجون امروز چه خبره اینجا؟ چه میدونم برو از خودش بپرس. ایشالله مرگ منو میخواد جشن بگیره. چه میدونم؟ اونجا اون تبه. آجون امروز چه خبره؟ تو تا حالا کجا بودی؟ تو کوچه. برو بچه ها رو خبر کن کمک کن از صندلی ها بچینی تو با. امشب جشن. جشن چیه آقا جون؟ جشن چیه؟ الو کیش دوسی؟ این صداش بلندتر نمیشه؟ نه آقا همه دیشم زیاده خوش مردم چهر میشی حالا ویلو میشیم بیر چونم بیار کتا میشی. امشب سال ازدواج من و مادرشه. جشن میگیری جشن وصلت با این خانواده مهربان و متحد. امشب همه هستن تمام قوم خوش بزن. چه مرگیشی؟ چیدی آقا زیاده این خوب داره پخش میشه از بلند نقودی. الو یک دو سه الو یک دو سه چا یک دو سه چا یک امتحان میکنی یک دو سه چا یک دو سه یک دو یک دو ای بابا الو خوبه دیجا آقا یک الو امشب جشن میگیری جشن سالگرد عروسی. راستی ببینم شمسعلی و اسدالله میرزا رو خبر کردی؟ همه قوم خوشا باید دعوت بشن. الو آخه مرد تو اصلا معلوم هست میخوای چیکار کنی؟ میخوام واسه مهمونا قصه‌های قشنگ تعریف کنم. ساز و آواز. میخوام قمرالملوک وزیری رو دعوت کنم بیاد اینجا برای مهمونا پای این بلنگا آواز بخونه. آقا دستم به دامنتان پنداری روز قیامته. ما توی خانه بودیم که نزدیک بود زهل تلک بشیم. تو تمام مملکت قیاس‌آباد تا حالا همچی صدایی نشرفته بودیم. قاسم تو چرا خول شدی؟ پنداری شیر زخمی توی باغ ول شده. اول ندانستیم که آقای دکتر یک دو سه دارن مشق حساب میکنن. چرا خول شدی قاسم؟ مشق حساب کدومه؟ این بلندگوه؟ اون خبیث امشب مهمونی را انداخته بلندگو آورده گذاشته که آبروی من و تو رو ببره. من این مرد خبیث و سالهاست میشناسم. یعنی میگی این کلک تو کارشه؟ امشب مطربم دعوت کردیم. امشب مطربم دعوت کردیم. مطرب تخت حوزی آرسی خانم از سلطنه یادت نره ها. سعید بی اینجا بابا بودو به شیرعلی بگو دو تا گوسفند چاق و چله بفرسته اینجا. حمدالله‌رم پیداش کن بگو امشب بیاد کمک مادر. برو به حمدالله بگو لباس نو بپوشه ها. امشب کارش دارم. میخواد بفرسته دنبال حمدالله که بیاد اینجا امشب برای مهمونا قصیه دوزی دیشب رو تعریف بکنه. میخواد آبروی من و جلوی مهمونا بریزه. میخواد صدای بلندگوش تو همه محله بپیچه. گردن ما خورد آقا. کاش که امروز صبح گذاشته بودیم شما حمدالله رو دارش بزنیم. تقصیر تو شد. حالا هم تنها راه اینه که این مهمونی امشب رو یه جوری به هم بزنیم تا بعد ببینم به نظر تو چجوری میتونیم دهن این مرد خبیث رو ببندیم. ما یه فکری کردیم آقا. چه فکری؟
خوب آدم بفرستیم به مهمونا خبر بدیم که امشب شب سال آقا مطانه، شاید نیان مهمانی. خفش اون که یه ما دیگه است. پنداری حرف شما درست آقا. قاسم. بله آقا. بودو به تاخت در خونه آسه زبور قاسم باعث. آب دستشه بگو بذار زمین، بودو بیاد اینجا. بگو آقا کار واجبی باهات دارن. چشم آقا. بودو جانم، بودو ببینم. پوری، پوری، جوابشونو بده عمو جون. چشم. الو، 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 یک، دو، سه، چهار، آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. الو، الو، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، صدا خوبه، آزمایش میکنیم. ما هم داریم آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. الو، الو، یک، دو، ما هم داریم آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. خوبه همو جو؟ بلندتر، بلندتر. ما هم داریم آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. الو، یک، دو، سه، چهار، الو، الو. الو، صدا خوبه، صدا خوبه. الو، الو، یک، دو، سه، چهار، آزمایش میکنیم. ملعون. الو، 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 یک، دو، سه، چهار، آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. و ایزا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. ماش خسن؟ چرا بیرق سیاه میزنی؟ ولمان کن بابام جان، تو هم که ما رو ترساندی، بذار ما کاروانو بکنی. یا آخه بگو واسه چی؟ قاسم، مگه بابات سقط شده که بیرق سیاه میزنی؟ کاش که بابای خدا بیامرزه ما یه همچی شب عزیزی مرده بود. امشب شب شهادت مسلم ابن عقیل، روزه داریم. مسلم ابن عقیل بزنه کمر خودتو، اربابتو، هرچی دروغگوه. به نظرم عربابت موقعی که از ترس دزد قش کرده بود جبرئیل بهش نازل شده که امشب شب شهادته. ها؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل چهار انگشته ما خودمون جبرئیل به چشم خودمان ندیدیم، اما میدانیم که امشب شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیله. آقای آسد ابوالقاسم هم خودشان میدانن. اگه شما حرف ما رو باور نداری خودشان بپرسین. من بلای سر تو و ارباب تو آسد ابوالقاسم بیارم که دو طفلان مسلم به حالتون زار زار یا حضرت، هی بابام، هی یا حضرت مسلم به عقیل بزارت ما درستی، هی بابام، هی تو میفتم میمیره. های کمک، کمک، هی بابام، هی بزارت ما درستی، های کمک. من قوم لوط وصلت کرده بودم بهتر از این خانواده بود. سریدیم بیچاره چه تأثیری داره، برش. اون طرف باغ روزه و سینه زنی، این طرف ساز و مطرب و من میدونم که این قضیه شهادت مسلم ابن عقیل جعلیه، میدونم که اینو از خودشون درآوردن. تو میدونی ولی مردم که نمیدونن. آبرو و حیثیت ما تو محل میره. سینه زنا که نمیدونن میریزن هممونو قیمه قیمه میکنن. حالا تو از خر شیطون پایین بیا، مهمونی رو بذار واسه یه شب دیگه. حق با شماست، امشب شب عزیزیه، شب شهادت مسلم ابن عقیله. الهی من قربون اون مصیبتش برم، الهی من قربون اون مظلوم برم. بی پدرای کافر چجوری سرشو از تنش جدا کردن، خدا لعنتشون کنه. اینا رو خاندانش هدیه داده؟ پس برو بهش بگو که مسلم ابن عقیل و کسی سر نبرید، از بالای برج انداختنش پایین. استغفر الله، خدا هم حریف زبون تو نمیشه. حالا که اینجوریه برو هر کاری دلت میخواد بکن، هر بامبولی میخوای بزن، برو مهمونی بده، ساز و آواز را بنداز. خودت هم میدونی که باید تنهایی وسط مجلس بشینی، خودت عرق بخور و ساز و آواز گوش کن. هیچ کس جرأت نمیکنه بیاد خونه تو. تو با جون خودت لج کردی یا با خانداداشم؟ خیلی خوب، خیلی خوب،
برو به مهمونا خبر بده امشب نیا. منم همراهی تو میام روزه. به هر حال امشب شب عزیزیه. امشب حتما میام روزه. ثواب داره. الهی پیش مرگت بشم. بیا اونجا بلکه با هم آشتی کنیم. میام روزه. به خانداداشت بگو امشب حتما خدمتشون میرسم. مشخصه کیه بابام جان؟ مشخصه میدونی آقا جون چه خیالی دارن؟ بابام جان برو بازی کن، اگه آقا بفهمه ما با شما حرف زدیم پوست از سر ما میکنم. برو آخه مشخصه، باید یه کاری بکنیم این دعوا تموم بشه، هر روز داره بدتر میشه، خدا میدونه آخرش به کجا میکشه. والا ما هم از عاقبتش میکنم. آقا جون مهمونی خودشونو به هم زدن که امشب بیان روزه دایی جون. باید کاری کنیم که آقا جون امشب نیان روزه، یا اگه مدن حرف دوزی دیشبو نزنن. اگه آقا جون بخوام برای همه قصه دوزو تعریف کنن، از اون دعواها میشه که آخر عاقبتش فقط خدا میدونه ها. قصه امشب نخور بابام جان، آقا فکر همه کارا رو کردن. آقا با اسد ابوالقاسم قرارشو گذاشتن که اگر آقا تا نامد نگذارن حرف بزنی. من نس کردم اگه این دعوا تموم بشه برم یه شمع تو سقف خونه روشن کنم. هی بابام، هی آقا پوری اومد، حالا با اون پک و پوزش میره با آقا میگه با شما حرف زدیم. بودو بابام جان برگر خانتان. بودو ببرم شهرت ببرم. این از سلام علیکم. سلام علیکم، ان شاء الله که قبول بشه. عکسشو ببرید. خوش آمدید شازده. خواهش می‌کنم بفرمایید بنشینید. داش اون چه داشون طرف تو بود آدم معاشرت یاد بگیری. یادم شد یاست الله. یا الله سلام علیکم. سلام علیکم، خواهش می‌کنم بفرمایید بنشینید. هر وقت میری مجلس روزو خونی سعی کن نزدیک قسمت زنونه بشی. بیایی آقا با حد داره. و معصیت رسول و تناجم به بر و سبوع. ندیدی داداش، اون طرف هم همیشه زنهای هستن که میخوان جمع به قسمت مردونه بیشینه. سلام آقای دکتر. سلام علیکم مشخصم. نه نه برای چطوره مشخصم؟ ببخشید. سلام فرمایید. نه اون بفرمایید. ولی آخه اون بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونی که لابد میخوای بدونی لیلی خانم کجا داشت؟ مجا عالی راحت باشه. چشم بلندتر بخوان. در موقع تلاوت کلام خدا نباید بگذاری صدای هیچ انسانی شنیده بشود. نوش جان بابام جان،
حالا آقا جونه كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أستنى شازي شازي واتبعوا ما أرشو أخوة شازي أستنى ياتين وعلى ملك سليمان با شما و اخوی عرض داشتم والا نمیشتم بعد میبینم اینجا فقط میبینم آقا بشین تو مجلس روزه که قصر سرصدا را نمیدازن عجب مردم بی ملاحظه ای شدن پنج سنه روزی گرده شیش دو بچه داره همینجور دلش میخواد بچه پس بندازی درست و ما رو بچه تو بکشم آقا جان دنبال کسی میگردیم دوست علی خان منم ندیدمشون انگار هنوز نیومده ببین برو تو قسمت زنونه اگه عزیز خانم اومده بود بیا پشت چادر باش کار دارم بگو آقام یه چیزی میخواد بهتون بگیم بودو 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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ببینم کجا کار دارم اون تو زنونه چی کار داری؟ هر که گونه بی حیا برو از کنار خط برو چی میخوای؟ چرا اومدی اینجا؟ خانم عزیز سلطنه نیومدم نه هنوز نایمده چی کارش داری؟ آقا جون کارش دارم بگو نیستش بی حیا اینجا چی کار میکنی؟ برو تو مردونی؟ پسر برو بشی چرا تو لنگ باچه خانمه میدولی؟ از دولا بس کن دیگه قباحت داره خانم داداش چرا به من میگی قباحت داره؟ تارو خانم داره به شما نگاه میکنه من به من نه زن شیره غصابه همون یاله که تو میتونیم قدیشی چند سال پیش سر فازل زنشو با ساتور قد کرد پس حالا تو حبسی نه بعد که معلوم شد زنش با یه رو رفتن سان فرانسیسکو فقط 6 ماه حبس کشید بلش کردم قاسم پاشدان این خبیثو ببند خیالتون راحت باشد یا الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين وخاتم النبيين أبا القاسم محمد محمد
از جفای فلک و گردش دوران مسلم ماند در کوفه که سرگشته و حیران مسلم با تن خسته لب تشنه و احوا. آقا جان دل به روزه بدهید، شب عزیزی است. با تن خسته لب تشنه و احوال فگار نمیشنوم. آقا جان دل به روزه بدهید، شب عزیزی است. گشت ناچار گرفتار لعینان مسلم راست بگی صدا نمیشه هم غربت فرزند و ایار. تقریبا نصفای شب بود که یه آقا مگر شما شریک عزا نیستید؟ پس چرا دوروبر مجلس زنانه میگردید؟ یه اتفاقی افتاده که همه باید بدونن. دیشب نصف شب همه تو پشه بند خوابیده بودیم که یه دفعه صدای داد و فریاد شنیدیم. آی دوز، آی دوز. اگر کسی شریک عزا نیست، اگر کسی مذهب دیگری دارد، اگر کسی با اهل امت خصومت دارد، برود خانه خودش، برود توی منزل خودش، برود توی منزل خودش عرق بخورد، برود به مذهب خودش. این مذهب دیگه چیه؟ تا چشمت گوش این زمان میام جان به قربانت میام سعید برو به مادرت بگو زودتر بیاد خونه. خوفیان بدسیر کردند و با من نقصد ای به قربانت شدم در کوی خون خارون میاد جان به قربانت میاد جان به قربانت میاد Bye-bye!